اصلا چرا با وجود نرم افزار پاورپوینت باید از فتوشاپ استفاده کرد؟ تو این آموزش میخوام تصورتون نسبت به پاورپوینت تغییر بدم. سلام، تو این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری میتونین فقط با استفاده از نرم افزار پاورپوینت تکنیک دابل اکسپوژر رو روی تصاویرتون ایجاد بکنید. این تکنیک در حال حاضر یکی از تکنیک های محبوب تو حوزه عکاسی و دیزاین هستش که باعث به وجود اومدن یه سری تصاویر سورئال میشه. تو زمان های قدیم که دوربین های عکاسی به صورت آنالوگ بود، وقتی که عکاس عکس اول رو میگرفت و بعد برای گرفتن عکس دوم یادش میرفت که فیلمو بچرخونه، عکس دوم روی عکس اول قرار میگرفت و اون اشتباه تو زمان قدیم در حال حاضر به یکی از تکنیک های محبوب تو عکاسی تبدیل شده. به عمل نور دادن تو عکاسی میگن اکسپوژر. حالا دابل اکسپوژر یعنی چی؟ یعنی دوبار نور دادن به تصویر و ثبت اون. طراحا معمولاً با استفاده از نرم افزار فتوشاپ این افکت رو روی تصاویر ایجاد میکنن، ولی الان من میخوام بهتون یاد بدم که فقط با استفاده از پاورپوینت بتونید تصاویرتون رو با هم ترکیب کنید و تصاویر خلاقانه ایجاد کنید و از این تصاویر خلاقانه تو ارائه ها و یا پاور موشن هایی هم که با پاورپوینت درست میکنید استفاده کنید. اگه میخواین که این افکت رو یاد بگیرین تو ادامه با من همراه باشین. و اما برای آموزش من فایل پاورپوینت این کار رو باز کردم و تو بین نمونه هایی که بهتون نمایش دادم این کار اسلاید سوم نکاتش بیشتر هستش که توضیحاتم رو هم رو همین کار بهتون میگم. توی اسلاید خالی و از بخش اینزت و پیکچر عکس خودم با فرمت PNG رو وارد اسلاید های پاورپوینت میکنم و بعد کنترل C کنترل V میزنم و یک کپی از عکسم میگیرم و بعد تو بخش فرمت بخش کالر با انتخاب گزینه بلک اند وایت 75% و بعد هم تو بخش کارکشن با انتخاب منفی 40% برای برایتنس و کنتراست باعث میشم که عکس من به صورت یه دست به صورت مشکی در بیاد و بعد میام و رو عکسم راست کلیک میکنم، گزینه سیو از پیکچر رو میزنم و عکس خودم رو با فرمت PNG ذخیره میکنم و حالا باید وارد یک سایتی به آدرس pixvg.com بشین و بعد تو قسمت آپلود پیکچر بیاین و عکس خودتون رو انتخاب کنید، اوپن بزنید. بعد اینکه عکستون داخل سایت PixVG آپلود شد، بیاید یکم پایین‌تر تو بخش فیلتر گزینه ردی وان رو انتخاب کنید و بعد با زدن دکمه دانلود SVG عکس شما با فرمت SVG دانلود میشه. حالا به سایده پاورپوینت برمیگردیم و این عکس قدیمیتون رو پاک میکنید و از قسمت اینزت و پیکچر عکسی که الان با فرمت SVG از سایت دانلود کردین رو وارد سلاید های پاورپوینت میکنید. به محض اینکه عکستون رو وارد سلاید بکنید، گزینه کانورت تو شیپ اینجا نمایش شده میشه که حتما این گزینه رو باید بزنید تا عکس شما با فرمت SVG به یک شیپ پاورپوینت تبدیل بشه که ما راحت بتونیم تنظیمات رو انجام بدیم. یس رو انتخاب میکنید و حالا شما یک شیپ پاورپوینت دارید. راه های دیگه هم برای داشتن شیپ پاورپوینت از روی عکس وجود داره که راه حل های خوبی نیستن. راه حلش اینه که شما مثلا از قسمت اینزت و شیپ با استفاده از گزینه فری فرم بیاین و دور عکس خودتون رو بکشین که این کار هم خب سخته و هم ظرافت و دقتی که ما الان با این روش به دست آوردیم رو به ما نمیده، یه همچین حالتی رو به ما میده که خب ما این به درد ما نمیخوره و حالا میایم این شیپمون رو روی تصویر اصلی خودمون قرار میدیم و دقیقا با تصویر قبلی فیتش میکنیم. وقتی که شما شیپتون رو انتخاب میکنید و با استفاده از این دستگیره‌ها میخواین که طول عرضش رو تغییر بدین، شیپتون یکم حالت ترانسپرنسی به خودش میگیره که راحت میتونید شما این تغییر اندازه رو انجام بدین که این مرحله خیلی مرحله مهمیه و حواستون رو خیلی جمع کنید که با دقت این کار رو انجام بدید. بعد اینکه این کار رو انجام دادید میتونید بیاید و روی شیپتون راست کلیک کنید و با انتخاب گزینه فرمت شیپ بیاید تو قسمت فیل و با انتخاب گزینه پیکچر اور تکسچر فیل گزینه فایل برای شما فعال میشه، فایل رو میزنید و بعد میتونید عکس دلخواه خودتون رو که میخواید توی بک‌گراند قرار بگیره رو انتخاب کنید.
که من مثلا این عکس رو انتخاب میکنم. حالا میتونید مقدار ترانسپرنسی هم به این عکستون بدید که من مقدارش رو به صفر تغییر میدم. و حالا تو مرحله دوم از تب اینزت و شیپ، یه شیپ مستطیل رو میایید و دور تا دور عکس خودتون رسم میکنید. مقدار شیپ آوتلاین رو روی نو و مقدار شیپ فیل رو هم دقیقاً به رنگ بک‌گراند اسلایدتون در میارید و بعد در حالی که شیپتون انتخابه روش راست کلیک میکنید، گزینه سنت تو بک رو میزنید و بعد با نگه داشتن کلید شیفت عکستون رو هم انتخاب میکنید، کنترل جی میزنید و عکستون و بک‌گراند سفیدی که الان پشت عکس هست رو انتخاب میکنید و روش راست کلیک میکنید و گزینه سیو از پیکچر رو میزنید و عکس خودتون رو با فرمت جی پی ذخیره میکنید که من قبلا این کار رو انجام دادم و حالا این عکستون رو میتونید پاک کنید. و اما کاری که باید تو مرحله آخر انجام بدید اینه که باز مجددا از تب اینزرت و شیپ یه شیپ مستطیل رو برمیدارید و به صورت نیمه رسم میکنید به این صورت و مقدار شیپ آوتلاین رو روی نو تنظیم میکنید و بعد روی شیپتون راست کلیک میکنید، فرمت شیپ رو انتخاب میکنید و تو قسمت پیکچر و انتخاب گزینه فایل میایید و عکستون که بک‌گراندش سفید بود رو انتخاب میکنید و بعد مقدار طول و عرض این تصویرتون رو هم با عکس زیرین خودش یکی میکنید که اینا همه مرحله‌های مهمه که شما باید با دقت این کار رو انجام بدید. و بعد حالا با فعال کردن ابزار میتونید هر مقدار از تصویرتون رو که دوست دارین ببرین یا بذارید نمایش داده بشه و حالا میتونید عکستون رو انتخاب کنید و بعد با تنظیم گزینه سافت ایج یکم حالت نرم به حاشیه عکستون میدید و تو قسمت فیل هم بخش ترانسپرنسی یه مقداری رو برای شفافیت تصویرتون انتخاب میکنید و بعد در انتها میتونید از بخش کالر بیاین و گزینه سیاه‌سفید رو برای عکستون انتخاب کنید که نمایه جذاب تری به خودش بگیره. همونطور که دیدین ما این افکت دابل اکسپوژر رو فقط با استفاده از نرم افزار پاورپوینت ایجاد کردیم. اما من به فایل قبلی خودم برمیگردم. کار دیگه ای که اینجا وجود داره خیلی تکنیکش ساده تر هستش نسبت به این کاری که الان بهتون توضیح دادم. مثلا من اومدم و تو اینجا یه عکس دریا رو تو این فنجون قهوه قرار دادم و کاری هم که کردم فقط این بود که از قسمت اینزرت و شیپ یه شیپ دایره رو اومدم طوری رسم کردم که کل سطح فنجون قهوه رو بگیره و بعد تو بخش فرمت مقدار شیپ آوتلاین رو روی نو تنظیم کردم و روی شیپ هم راست کلیک کردم و تو بخش فرمت شیپ و بخش پیکچر اومدم و یه عکس اقیانوس رو برای کارم انتخاب کردم و بعد از اینکه عکس اقیانوس روی فنجون شما اعمال شد باز میتونید با گزینه‌های ترانسپرنسی و همینطور سافت ایج یکم حالت طبیعی تر و زیباتری رو به این کارتون اختصاص بدید. به همین راحتی شما میتونید کارهای دیگه هم انجام بدید. یا مثلا توی این کار که اینجا اومدم و این قسمت از عکسم رو با یک عکس گل پوشوندم، این شیپ رو هم راحت اومدم از قسمت اینزرت و شیپ با گزینه فری فرم ایجاد کردم، چون این حالت عکس من احتیاجی به جزئیات زیاد نداره و راحت با شیپ پاورپوینت رسم میشه و به همون روشی که تو قسمت فنجون قهوه بهتون توضیح دادم این کار رو هم دقیقاً به همون صورت ساختم.